اقتصاد مولد تنها در سیاست آزاد و امن میتواند رشد کند، اما ساختار سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی بسته و بیمار است. به همین دلیل در ایران به جای تولید و اشتغال و رفاه، رکود و بیکاری و فقر گسترش یافته. در چنین شرایطی طبقات متوسط و تنگ دست برای زندگی به هر امکانی متوسل می شوند. مثلا هرچه پول دارند به مؤسسات مالی با بهره 20 و 25 درصدی می سپارند، بدون اینکه بپرسند این مؤسسات با کدام اقتصاد مولد می توانند چنین بهره های بالایی را بپردازند. اگرچه ممکن است عده‌ای مدتی از این بهره ها سود نیز ببرند، اما نتیجه در نهایت مال باختن است. در یک اقتصاد بیمار و نامولد، بازار بورس نیز نمیتواند سالم و کارآمد باشد. سود آن فقط برای حکومت و شرکت‌های ورشکسته آن است که پول مردم را با تبلیغ و تطمیع از جیب آنها در می‌آورند و با دستکاری در سهام و ارقام بورس آنها را فریب نیز می‌دهند. دستکاری بورس در یک کشور عادی جرم است، اما در جمهوری اسلامی تلاش برای جبران کسری بودجه است. نتیجه برای سرمایه‌گذاران کوچک و بیخبر چیزی جز مال باختن نیست. در جوامع عادی بانک‌ها مشتریان خود را برای سرمایه‌گذاری در بورس با اطلاعات لازم آگاه می‌کنند. آیا در ایران امروز چنین است؟ توصیه متخصصان در ارتباط با بازار بورس در جمهوری اسلامی این است: اگر درگیر بورس هستید، در مدیریت شرکت‌ها دقت کنید. آیا اصلاً اطمینان دارید که آنها سرمایه‌ای دارند؟ آیا اهداف آنها را برای 3 تا 5 سال آینده درک می‌کنید؟ سطح تحصیلات آنها چقدر است؟ از توان مدیریت آنها شناخت دارید؟ آیا از اعضای خانواده‌ها و گروه‌های مافیایی رژیم هستند؟ وگرنه از شرکت‌های دولتی و سهام آنها و بورس دوری کنید.